همونطور که میدونید یا توی قسمت های قبلی آموزش هامون دیدید، با زدن این دکمه شما میتونید فریم های هر کلیپی رو ببینید. هر کدوم از این خطوط نشون دهنده یک یا چند فریم هستش. همونطور که گفتم، نزدیک بودن اونها به هم نشونه بالا بودن سرعت و دورتر بودنشون از هم نشونه پایین بودن سرعته. به طور مثال من از اینجا اگر بیام بگم 200%، چون همونطور که میبینید این فریم ها به هم نزدیک میشن، یا بالعکس اگه بگم 75%، خیلی دور میشن. اما ابزار دیگه توی فانال کات 7 اضافه شده که البته کاربرد دیگه هم داشت توی فانال کات 6 که باز به شما امکانات وسیع تری میده. من این کلیپ رو اینجا پاک میکنم. اسم این ابزار که توی این قسمت هست SP Tool هستش، که شما با زدن شورتکات S میتونید بهش برسید. S اول و دوم، نه سومی، شما رو به SP Tool میرسونه. خب اینجا ما الان یه کلیپ داریم که البته فکر کنم اومدن پایین قطارات کاملا سینک باشن با آهنگمون، ولی بازم میشه باز یه مقدار هم دقیق ترش کرد. به طور مثال شروع هر کدوم از پایین اومدن این قطارات رو ما با موسیقی کاملا میتونیم تنظیم بکنیم. به طور مثال قطره اول که اینجا میاد پایین، البته شاید این یه دونه خیلی اهمیت نداشته باشه، ولی باز اون هم میشه درستش کرد. خب مثلا ما میخوایم این لحظه از زمان اینجا اتفاق بیفته. شما اسپی تول رو انتخاب میکنید، روی تصویر کلیک میکنید و میبریدش به اونجا که میخواید، مثلا اینجا. البته یه چیزی که من فکر کنم قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم خدمتتون بگم اینی که اگر میخواید این کار رو انجام بدید، بهتر اول همه فریم هایی رو که میخواید جابجا کنید رو انتخاب بکنید و روشون کلید بزنید، چون تغییر این اولی تو تمام کلیپ تاثیر میذاره. بهتره که کی فریم های بعدی از همین الان انتخاب بشن. کی فریم های بعدی ما شروعش اینجاست و اتفاق بعدی شروعش اینجاست. مثلا فکر میکنم بله این فریم مناسبی باشه. خب حالا ما اگر بخوایم میتونیم دقیقا این فریم رو بیاریم سر این ضرب آهنگ بذاریم، این یکی رو همینطور و دقیقا این یکی هم به این لحظه از زمان منتقل بشه. حالا اگه یک بار با هم ببینیم، خب یه دونه قطره کم داریم. من فکر کنم اگه اینو جابجا بکنیم بهتر باشه. اینو من میارم اینجا دقیقا روی همین وسط. خب این یکی جاش مناسبه چون دقیقا شروعش با خود آهنگ سینکه، و این یکی رو میاریمش اینجا. خب یک بار دیگه میتونیم با هم ببینیم. دقیقا الان موسیقی ما کاملا با تصویر ما مچه و دیگه هیچ مشکلی نداریم و حتی یک فریم هم جابجایی شاید نداشته باشه. حالا شاید یک فریم دیگه خیلی اغراق باشه، ولی خیلی نزدیکه. کاربرد دیگه که اسپید تول داره اینی که شما ممکنه یه جاهایی چند فریم فضای خالی داشته باشید. به طور مثال ممکنه من اینجا، خب من این اسپید تول رو الان ایندیکیتورز رو خاموش میکنم،
ممکنه این دوتا کلیپ بعدی ما از اونجایی که میخوایم با موسیقی سینک باشن، یه مقدار ما جلوتر ببریمشون، مخصوصا این کات رو، مثلا سر کاتمون دقیقا اینجا باشه. حالا این فضای خالی که ما اینجا داریم چیکار میتونیم بکنیم باهاش؟ البته یه راه حل بهتری هم هست که شاید این کار خیلی واضح تر دیده بشه، جنبه آموزشی بهتری داشته باشه. من اینا رو جلوتر هم میبرم و با این لحظه از زمان مچشون میکنم. حالا ما یه فضای خالی زیاد اینجا داریم که نمیشه یه کلیپ دیگه استفاده کرد، نه خود این کلیپ به این میزان ممکنه باشه. ممکنه خب ما الان اینجا اگه کلیپ رو بکشیم اضافه داره، ولی ممکنه شما کلیپتون دقیقا بخواین لحظه کاتش همینجا باشه. البته این ستا کلیپ رو ما بعدا توی موشن میبریم و کار میکنیم باهاش. این چیزی که شما اینجا میبینید تصویر نهایی نخواهد بود. کاربرد دیگه ای که موشن ببخشید اسپید تول داره اینه که شما اگر انتهای یک تصویر رو انتخاب بکنید و بکشیدش، خودش سرعت کلیپ رو انقدر تغییر میده تا به اون میزان مورد نظر شما برسه. شما همونطور که اینجا دیدید، ما اگر انتهای این کلیپ رو بگیریم و بکشیمش تا اینجا، یه عدد اینجا ظاهر میشه که 74% به من نشون میده که این کلیپ 74% کند شد تا خودش رو با این لحظه از زمان تطابق بده.